پرواز میکنه ساعت‌ها تا هدف رو توی شرایط زبونی اینها گیر بیاره یا حمله بکنه، زورش میرسه بزنه به هدف. اتفاقی که اینها دشمن ضعیف‌تر از خودش باشه، اینها دقیقاً مدل آمریکایی‌ها، به جایی نمیزنن که قوی باشه. به دشمنی حمله کن جزو استراتژی نبرده، به دشمنی حمله کن که یا ضعیف باشه یا انقدر ضعیفش کرده باشه که قدرت دفاع از خودش نداره. توی منطقه که میخواست عملیات انجام بشه 20 تا 30 تا تیم عملیاتی در مقاطع زمانی مختلف وارد خط میشدن، تیم شناسایی که در فواصل مختلف امکان سنجی کنن، جا به جایی ها رو برآورد کنن، هی بیان بشینن ذره ذره اینا رو جمع کنن تا این کالک تکمیل بشه، کالک عملیاتی. اولین باری که رفتم واقعا انقدر ترسیده بودم که صدای لرزش تیک 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 فک خودم رو میشنیدم. شما تصور کنید از خط خودی خارج میشید، مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر میره از خط دشمن رد میشید. یه بار که واقعا رد شدیم، که رد شدیم و رفتیم تا برگشتیم 3 روز طول کشید و تو این 3 روز شما از همه کسایی که میتونن به تو حمایتی برسونن محروم، نه پشتیبانی وجود داره، نه کسی حمایتت میکنه، نه دستت به جایی میرسه. اگر هم گیر بیفتید دیگه تموم شده. اگر میخواید واقعا ارزش این عکس ها رو بدونید، یا اون فرماندهانی که واقعا میدونستن، علتش این بود دیگه در واقع که هر گروه از این بچه‌ها که میرفتن برگشتنشون فقط با خدا بود، یعنی لطف خدا که آیا اینا برگردن، گیر بیفتن، گیر نیفتن. یه دوست آقای بسیجی اومده بود به کی دوستی ما که اونم تو جای دانشگاهی بود، گفته بود که ما اگه میتونستیم یه دوربینی چیزی بزنیم روی این یه هواپیما پروازش بدیم، بریم یه عکسی بگیریم ببینیم چه خبره تو یه مقداری از جلوتر از خودمون، خیلی چیزی به درد بخوریم میتوند باشد. شما شنیدیم که شما تو اصفهانی گروه هستی که هوا پرواز میدین تا تفریح دون هواپیماست، شما میتونین یه دوربین بزنین توی هواپیما؟ بچه ها گفتن خب حالا بکنیم، هم حالا پرفرض دوربینم بزنین توی هواپیما. هوا میرد بالا، تلاپی با یه تیر میزنن میفته پایین، حالا بهش درد میخوره، سرعتی نداره، ارتفاعی نمیتونه بره بالا. ما با هم دیگه مشورت کردیم، گفتیم حالا که ما هوا میسازیم، یک شب اینطوری میسازیم، یه دور بعد طراحی میکنیم برای دوربین، حالا ببینیم چی تو میشه. اطلاع رسانی این مقوله توسط دشمن، توسط آواکس ها، همونطوری که مثلا وفیق سامرایی وزیر وقت اطلاعات عراق اذعان میکنه توی کتاب ویرانه های دروازه شرقی، میگه اونجا مثلا ما توی هر هفته توسط سفارت آمریکا و نماینده خاصشون عکس هایی به دست ما میرسید که این عکس ها با رزولوشن یا قدرت تفکیک بسیار بالا ما میتونستیم روی جاده های عقبه ایرانی ها حتی یک باری رو که مهمات زده بودن روی کف تریلی، ما ابعاد و اندازه این بار و نوع مهمات رو روی کف این تریلی تشخیص بدیم. من رفتم تو خیابون هم تو دنباله اینی گشتم، تو این دور میفروش رفتم شروع کردم بگشتن، خوشبختانه یه دوربین گیر آوردم که اندازش تقریبا دو برابر یه قوطی سیگار بود. این دوربین یه دونه موتوری خیلی کوچیک، از این دوربین چین ژاپنی بود، یه موتوری کوچیکی داشت که هر بار که فلاش اینا شاتر را می‌زدی یا عکس می‌گرفتی خودش اتوماتیک فار
میمد دور یه موتور داشت یه فیلم عوض میکرد، یعنی میتونستی هر دو ثانیه این فشار بدی اوتوماتیک خودش عوض میکرد. دانشگاه اسفان یه کارگاهی کوچیکی به پا کردیم و تو جهاد دانشگاهی ها اومدیم اونجا. وقتی این هفته رو ساختیم سوار ماشین شدیم دانشگاه اسفان، هم قسمت ها بالاش هنوز بیابون بود، نساخته بودن. همینجا پروازش دادیم از اینجا، از همین توی دانشگاه فکر میکنم اون بالا یه جایی بود که مقدار مساحتش باز خوب بود. اونجا آپ رو پرواز دادیم، میدونه نقش جهان رو تونستیم ازش عکس بگیریم. خلاص این عکس رو دادیم به آقای لطیم، آقای بسیجی نشون دادیم که این عکس رو ما همچی گرفتیم. بعد گفت به به چه چه عجب عکسی، عجب چیزی این اگه باشید که خیلی عالیه. دوستانی که با اینها مرتبط بودن و با این از جهاد دانشگاهی بودن این رو منتقل کرده بودن به سپاه و دست به دست گفته بودن خب این بحث هوایی ارزیابی باید بشه و اینها، بدین متخصصا و بچهای نیرو هوایی سپاه. هواپیمای به این کوچیکی و حالت به نوعی تمسخر مثلا برای خودمون، ما توی یگان هوایی کار کرده بودیم با هواپیمایی که هواپیمای دو موتوره چهار موتوره به اون عظمت، اون همه فضا، حجم، بزرگی، قدرت موتور، بعد با هواپیمای خیلی خیلی کوچیک مواجه شدیم که حقیقتا برامون جنبه اسباب بازی پیدا می‌کنه و واقعا یکی دو روز اول می‌خندیم بهش. یه 4 5 نفر 4 نفر فرستادن از تهران تا همینجا دانشگاه اصفهان، همینجا فرستادن. اتفاقا روز اولی هم که بودن ما باورمون نمیشد، دیدیم بعد یه روز اومدیم تو سر کارمون دیدیم یه 5 6 تا ماشین لند کروز نو اینجا پارک همه، ما از تهران اومدیم این باشیم، از تهران اومدیم اینجا که یاد بگیریم. کارگاه واقعا فشرده شده بود، پرواز خرابی، تعمیرات، دوباره فردا پرواز. نهایتا سه تا فروند هواپیما آماده شد که بریم تست اولیه‌مون رو بگیریم. یه روزم به من گفتن میتونی بیای بریم پروازش بدیم اهواز، گفتم میریم. رفتیم اهواز، اتفاقا اون روز من هوا خیلی گرم بود تو تابستون، من گفتم من گرمایم نمیتونم با چیز بیام، با ماشین بیام اینا. برام یه هواپیما از اون موقع نجنگ بود، هواپیما نمیپرید که بره اهواز، هواپیما مسافربری. یه هواپیما اومد از تهران اینجا، یه هواپیما 6 نفره سسنا اومد اینجا، سوار شدیم رفتیم اهواز. اولین بار که رفتم اونجا اصلا شوکه شدم. من وقتی که رفتم تو قرارگاه و بعد همون پست نگهبانی دم در و بعد رفتیم خاکریز و رفتیم توی سنگر، من یه مرتبه دیدم همون که تلویزیون داشتم نگاه میکردم که مثلا همه خیلی برام اون چیز بود که خیلی سنگین بود اون حالت، مثلا تو جنگ و اون شکل دیدم، من دقیقا همون وسطم. قبلش ما رفتیم یه پرواز انجام دادیم در حضور آقای فدوی و آقای شهید شفیعی، فکر میکنم ما رو با هم اومده بودن، خندیدن به ما. با این حال موافقت کردن که آقا برید فرد اول، یه فرد جوید ابلاغ هم کردن فرانجا. کجا؟ نهر خیر. نهر خیری که فاصله ما، فاصله خط دفاعی ما، پدافندی ما و دشمن 150 متر شد. و واقعا این جمله رو که میگم، من از بچه‌ها که میپرسم فحش میدادن اونا، علنا با زبان عربی فحش میدادن، بچه‌ها هم یاد گرفته بودن لبیک میگفتن، گاهی وقتا خلاصه مشتی جواب میدادن. ما هاپ ما رفتیم شلم چه فکر کنم با آقای مختار زاده رفتیم اونجا، اون هاپ ما رو من تستش کردم، پرواز شدم از دور هاپ ما رو روی یه دونه وانت پرواز دادیم، بعد با هم دیگه رفتیم به سمت خط مقدم. آقای مختار زاده نشسته بود پای منو گرفته بود محکم، بعد من ها پا پرواز دادم اینشون به من خط میداد که چجوری مثلا برو مثلا تو این مسیر چند تا عکس بگی برگرد تا ها پا پروازه. پرواز انجام شد و حالا بچه های خودی هم موندن، این صدای عجیب غریب اولین بار، یه صدای تیز تند، یه پرنده هم بلند شده رو هوا داره دور میزنه. بچه های خودی هم شروع کردن تیرانزی کردن، هم ابتدا به ساکن
بعدم آرمان هم گلش دادیم داشت، یعنی اون چشمش به هواپیما بود، ما هم آرمان هم میگوید سمت خط و بریم به سمت خط نزدیک بشیم عکس برداری کنیم. این فاصله، این لحظاتی که دارم میگم شما تصور کنید در تمام این مدت فرشید دچار هیجان و اضطراب شد، با تکرار مسلسلوار حرف میزد، فقط اضطراب داشت که هم هواپیما از دست ندیم، حالا من داره کجا دارم میروم، جهت بهش دادیم از جا شروع کن عکس برداری کردن، دور بزنه برگرد بیا و بیا بشین، و هواپیما با اون ناملایمات باد داریم تو منطقه رطوبت داریم تیر هواپیما که رفت بالا سر عراقی، عراقی هم شروع کرد تیراندازی کردن، بچهای خودی میزدن، عراقی هم میزدن، یعنی میاد چهچهستان کلاشینکوف شده بود اونجا. اون اول جنگ چون سری بود به نیرو عراقی هم ایرانی هم نمیگفتن که ما داریم این هفت بار پرواز میدیم تو اون نقطه که پرواز میکرد، و هر وقت پرواز میکرد هم نیرو عراقی هم نیرو ایرانی به طرف شلیک میکردن، هر کی هر چی دستش میرسید به این هفت بار میزد. از من که خودم بودم چند بار صدا و کلکسیونی صدا بود، تیربارا تا 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 صدا همطور میزد، به طرف هفت بار میدید همطور داره میره، و به طرفش موشک هایش خیلی گنده هم به سام شلیک میکردن، و هر گفته بود اصلا اینا رو پرواز بودیم که این موشک ها رو هر اون کنن، اینا این موشک ها یه رو قیمت بهش پرواز بودن، هر رفت جالبه. با استفاده از امکانات آشپزخونه قرارگاه، لگن دارو ها اونو آماده کردیم، لگن های پلاستیکی بزرگ گرفتیم رو که برنج خیس میکرد، دارو ها اونو آماده کردیم، فیلم ها رو فیلم می‌خواستیم در بیاریم، به شدت ترسیده بودیم که این همه زحمت کشیدیم این فیلم رو با این مرارت به دست بردیم حالا از بین نره، چون دمای نرمال منطقه تو اون منطقه هلوش 42 بود اون ایامی که ما داشتیم کار انجام میدادیم. من بچه‌ها اومدیم داخل کانتینر وقتی درش بسته میشه هیچ هوایی داخلش تبادل نمیشه معمولاً، من اومدم داخل کانتینر روی پتو نشستم، تقریبا 6 تا یا 7 تا پتوی سیاه سربازی، پتوی ارتشی انداختن رو کله من، از استراب این که نور به این فیلم نرسه از بین نره، تازه رفتم بیرون در کانتینر رو هم حالا شروع کن باز کن. تصوری که از عکس داشتیم، عکسی که تو اصفهان گرفته بودیم، عکس بیابون خار و نمیدونم، اینجا تمام سنگرها، سنگر مثلا دوشکا، سنگر خمپاره رو حتی دیده بودیم، ما خمپاره 60 رو دیدیم تو منطقه چیده بودن، بعد خیلی جالب بود یه سربازی آفتابه دستش بود سرش کرده بالا چون هوا بود، اون لحظه اینجوری واسه داد با آفتابه کاملا تصویر مشخص، نیرویی که پشت این خط پدافندی خوابونده بودن، تجهیزاتی که خوابونده بودن، اون چیزی که ما فکر کرده بودیم که اینجا کانال مثلا گفتن این جاده آسفالت است، بلافاصله بعد از این کانال اصلا این جاده ای نیست که اینجا بچه ها ازش رد بشن بیان پشتش پناه بگیرن. اولا مثلا چون هواپیما رو دیده بودن خیلی کوچیک، این چیه اصلا اسباب بازی لحظه دار، بعد حالا عکس های این رو نگاه کن، این به هم دیگه نشون میدن، حالا بچه های مثلا قرار باشن بچه های اطلاعات همه این رو نگاه کن، این چه واسه من خب احساس رضایت شادی که خستگی کار تن آدم در میره، اون همه حالا دویدن و هیجان و ترس داخل خط و اون عرق کردن داخل کانتر، این آخه یه لبخند داره خوب خودش، و اونجا بود که به ما گفتن این عکس هایی که شما برای ما گرفتید از 2000 تانک برای ما با ارزش داره، چیزهایی رو در این عکس ها دیدیم که در شناسایی هامون ندیده بودیم و متوجهش نشده بودیم، و الان برای ما مشخص شد که تنگناهایی داریم که اگر با این عملیات جلو می‌رفتیم احتمال شکستش وجود داشت و یا صدمه خوردن زیادی رو داشتیم. تصور کردن که روبروشون یه جاده است، بعد از اینکه از این خط اولی رد میشن، از این جوری رد میشن میرسن فلان جا،
پشت این جاده سنگر میگیرن و ارتفاع جاده رو مثلا به عنوان پناهگاه حساب میکنن، یه خاک مثلا یه خاک کوتاهی تصور کردن این قضیه رو، اینجا رو میکنن خط هدفمندیشون. بعد از اینکه ما عکس گرفتیم متوجه شدیم که اصلا اونجا جاده وجود نداره، اون چیزی که اینو جاده تصور کردن یه کاناله، یعنی اگه بچه‌ها می‌رسیدن حرکت می‌کردن می‌رسیدن اونجا می‌رسیدن یه فضای بیابونی کاملا باز و یک کانالی که روروشونه مانع حرکتشونه، هیچ جانپناهی هم وجود نداشت. خب ما امشب پس به سلامتی ما جون 300 نفر رو حداقل نجات دادیم. ما هم نمی‌دونستیم قصه چی، گفتیم آره ان شاءالله بمب بزنه. ما خط نبودیم، ما خطی نبودیم، ما بیشتر از آدم های فنی بودیم که خطی ها را حمایت میکردیم. اونا که تو خط میرفتن را مستقر اونجا بودن، اصلا یادم های خاصی بودن، مثل که از کل مریخ اومدن، از لحاظی ترد نترسی و از لحاظی صبر و از لحاظی اعتماد به نفس های نایدس های جالبی بودن، تردی جنگ بودند، این نبودن که حالا و از عشق جنگ و از عشق اون دفاع و از عشق دین و اینه هاشون بود که به هواپیما علاقه داشتن. اینکه هواپیما براشون هیچ جذابیت خاصی نداشت، ولی از اونها که عاشق هواپیما بودن کارشون رو بهتر انجام میدادن، چون به یه چیز دیگه عاشق یه چیز دیگه بودن که جز بهش هواپیما باید اسیاد میگرفتن این کار. جبهه جنگ هم مثل کره ماه بود، هنوزم شاید باشه نمیدونه، همش جا خون پاره و توپ پا موشک های اینا کلکسیون بود، از سلاخ های اینقدری تا سلاخ یه مثل یه کوه در اومده بود، یه دره آب توش جمع شده بود، یه حالت خاصی داشت و به جای ریگه هم هم میشه اونجا. ما یه دمه که این بود ترکش بود، رجوع غریب بود، ترکش ها کوچیک بزرگ تیز، یه سای بعضا شکل خیلی کوبیسمی ترکش بود، این تخون پاره و اینا فراوون اونجا همیشه پخش بود. گفتن خب ما اینجا اینه، ما اینجا هاپ، ما را خیلی برمون سختی که یه جا پیدا کنیم که هاپ بتونه رو زمین راه بره، سرعت بگیره، بلند شه و پرواز کنه. ما محدودیت پیدا میکنیم همینطور، ما خب اینجا پرواز بدیم مجبوریم 2 کیلومتر بریم، 1 کیلومتر بریم اونورتر. به ما گفتن یه درخواستی کرد سپاه پاسداران گردان که آقا ما یه وسیله میخوایم که اینو بزنیم روشو پرتاب کنیم. البته میدونید که مجموعه هواپیماهای بدون سرنشین برای اینکه به پرواز در بیان باید به سرعتی برسن که بهش میگن سرعت تیکاف، یعنی سرعتی که در اصل بال لیفت میگیره و هواپیما میتونه دیگه کار پرواز انجام بده و میتونه پرواز بکنه. ما به عقلمون رسید که یه دونه یه ریل مانند درست کنیم به طول 6 متر بذاریمش عقب یه وانت، یه سوارش کنیم یه جای، اون یه دونه موتورم اون زمان یادم یه موتور استارت 18 چرخ حتیم خریدیم که بتونه توان خیلی بالایی داشته باشه، سرعت خیلی بالایی، توانش بالا باشه ازاد. و یه گری بوکس بهش فرض کردیم و یه کل قندی یعنی یه مخروط سرش، یه سیم بوکسل بهش وز کردیم که این سیم بوکسل وقتی شروع به حرکت میکرد هرچی میمد بالا تر قطر دایره بیشتر میشد، شتاب بیشتر میشد. و این سیم بوکس رو اومدیم وز کردیم به یه دونه واگون روی اون ریلی که 6 متری درست کرده بودیم، هاپ رو میذاشیم رو واگون، وقتی برق وصل میکردیم سویچ میزدیم، این سرعتی مثلا 10 کیلومتر شروع میشد به اون 6 متر تکه میرسید، با سرعتی حدود 100 کیلومتر رسیده بود پرواز. ما با لانچرمون رفتیم و من موشتم کردم لانچر تحویل بدم به گردان، گفتیم ما این نمس رو قاطی ماست فردون از اصفهان رو بردیم. گفتن خور
بذارین این جهته ارضا هم بریم عملیات، اون نقطه عملیاتی گفتیم. اسمه یه شهر خشکا بدونی بارون، ما اینو ساخته بودیم یه سال هم روش کارم کردیم، یه قطع بارون از آسمون نمیده بود، شهر جمع نبود، هیچ مسئله نداشتیم. ولی وقتی رفتم اهواز دو هفته میدونم ده روز کناری پادگان بود، اونجا کسوله نبود، هوا آزاد بود، یه دوتا بارون خورده بود، شهر جیا و آدم خاکا رفته بود و این هوا ما ها برداشتیم و گفتیم باشه آقا بریم واگونا آماده همو تو روشن کردیم هم موتوری که زدیم. بعد این همه اتصال همون هم از رطوبت اینا این شده و فسفات هم سفید مثل سربات یا هست که سفید میزنه، همه اتصال دست به هم داد این هم وقتی پرواز کرد مثل این کارتون ها وقتی از لانچر اومد اون طلاب بیفتاد رو زمین جلو ماشی. بعد اون فرمونده آقا یادم رفت، یادم قد بلنده بود خیلی، من آقا اسمشو نمیدم رفت، گفت ما رو اسقره کرده. این از تهرونی ها، این هم از شما. اما اینجا توی این گرما میبینی که چه بیچارگی اینجا داری میکشیم برای یه عکس یه هواپیما. دو سال امروز فردا، این ما فردا، این ما این است دو سال گفتیم به قرآن ما این کار میکردیم، بذار بریم اصفهان ببینیم چی کار به اسم بکنیم. گفت اصفهان رو ولش کن همینجا ما هستی. گفتیم بابا نمیشه اینجا چی کار کنم من؟ گفت تو جنگ نشد نداره، ما همین که همین نسیم هوا پاروز پرواز بده، تو هم تنها کسی هست که من این کردم تونستم یه خیلی دیگه ایری رفت تهرونی ها و استانی ها که همش فقط تلفن ها سه تا آدم مثل سیستم ها اداری بوده ما دستمون به جایی دیدم. تو میگه اینا طراحی نکرد یه ساختی؟ گفتم بله. گفت ما تنها کسی بالاتری مقامی که گیر آورده که این کارو میتونه انجام بده تو هم ولی میکنیم همینجا باش تا اینا تحویل بده. ما یه دو روز سر در گریبان کردیم، اونا میخوانونیم که چیکار کنیم تو این چه په مثلا اینا تو این فضای جنگی یا همه جنگند و سربازن فنی کسی نیست، تجهیزاتی کسی نداره اینجا، ما چیکار کنیم برای اینا؟ اونجا این اونجا همه لباس من لباسامو خودم میشستم، باقی هم لباسشون خودشون میشستن. یه روز دیدم کشاش در رفته زده است بیرون، مثل یه تسمه است کشش، مثل نواره دم بعضا خود کشاشتم، یه کشش زده بیرون، کشش کشتم بیرون داشتم باش بازی میکردم تا شستمش، بعد یه کشش را یه کشی دم دم این کشش انگار به این مفتی ها پاره نمیشه، دم کشش را مثلا اگه یه سانت باشه میتونم مثلا 5 سانت باشه میتونم تا 50 سانت بکشمش پاره نمیشه، خیلی چیز جون سختیه. بعد گفتم جالبه این کشه میتونه پیش گوشتی ها با این وزن بکشه جلو. بعد گفتم به خودم یه دو تا چهار تا کردم هم تو، گفتم خب اینکه من 100 تا اینا رو به هم دیگه داشته باشم با وزن ها با تقریبا پیش گوشتی تناسبی درستی در میاد، حالا من اگه طول اینم بزرگ بکنم شاید بتونم یه این کار رو انجام بدم، شاید به درد بخوره. گفتم تلفن به آقای فرمونده، آقای اسمش هم رفته اسم خوبی هم داشت، گفتم آقا شما این اینا که شورت درست میکنن کشاشو درست میکنن که مثلا 20 تاشو میذارن تنا تسمه به صورت نوار در میارن پارچه دورش میبافن، اینا میتونن بپرسین از ایرون به یکشون میگه آقا ما 100 تاشو میخوایم بذاریم، 100 یادم نیست داشت دقیقاً چقدر بود، مثل 100 تا بود، 100 تاشو بردارن دورش یه مثل یه جوراب ببافن با دورش یه دونه محافظ بتا که پرپخش نشه. گفت میگم ایشون دفتون در واقع قطر کش بزرگ رو طراحی کردن بهشون داده، این تناب به این کتاکولفتر رو شما میخوام پر کش کنید، آره ما 6 تا کش مثلا 30 میلیمتری تصور کنید شما تو این کتاپولت میفتاد کشش هاپ مون انجام میده. تنک یه دونه میله پیدا کردم با یه چکای زدم تو زمین، سرش هم کش رو بستم قلاب کردم بستم، من کش رو من کشیدم یه قلاب هم زیر آب گذاشتم، یه حلقم به کشه یا برای کشه جوش بستم، حلق رو انداختم تو
قلاب که زیر هواپیما بود، مثل تیرکمون، مثل قلاب سنگ، مثل این تیرکمون ها که بچه ها دارن، دقیقاً این همچی شکلی. ولی این دوتا کشته بود که سنگ بذاری وسطش بکشی، یک کش بود که هواپیما بذاریش وسط. بعد نه هواپیما کشتیم عقب، کشتیم مثلا 5-10 متر هواپیما اومد از اون نقطه‌ای که بود عقب تر، باز 10 متر. گفتم آقا موتور رو روشن کنین، گاز بدین، هماهنگ کنین. من دو متر هواپیما گرفته بودم. گفتم آقا یکم گفتم برو خود جلو بشین ببین هواپیما کی چرخش از زمین کنده میشه. تا اینو من ول دادم با موتور، با تمام قدرت موتور دادم، هواپیما 3-4 متر رفت و پرواز کرد. گفتیم ای خیلی درجه یک هم نیست که میخوای. گفتن که خب، گفتم آقا مسئله رو حل کردم به آقای فرمونده. تستاش خوب جواب داد، آوردیم تو منطقه و خیلی جاها استفاده میکردیم. مثلا دیگه اون شده بود تابلو ما هر کجا با اون لانچر میرفتیم همه میفهمیدن بچه های پهپاد اومدن، بچه های پهپاد اومدن. ما تا آخر جنگ برای کار شناسایی فکر میکنم هواپیمای دیگه ای رو وارد عملیات نکردیم. برای کار شناسایی بیشتر هواپیمای تلاش استفاده شد و هواپیمای مهاجر که مهاجریه کش رو ما برای کار رزمی از حدود یکی دو سال قبل از جنگ، انتهای جنگ ما استفاده کردیم. فکر کنم سال 65-66 به منطقه رسید. شاید اون ایام برای ما سخت جلوه میکرد، قصه کمبود امکانات، نیرو نداشتن، اون همه فشار کاری که هر روز شما به صورت مداوم نصف شب پاشی بری عملیات. بعد ما مثلا 3 تیم داشتیم، هر روز صبح 3 تیم از مقر میزدن بیرون. خدا حافظ، خدا این میره این وری، تو کجا میده مثلا آقای فلان میده فلان جا، ابلاغی ها داشتن دیگه. من نمیدونم خدا، این باعث بود که بچه ها حین عملیات ها هی تجربه شون بیشتر بشه. آروم آروم ما تو این فواصل کیفیت هواپیمامون رو بهتر کردیم، پایداری هواپیمامون بهتر شد. یاد گرفته بودیم وقتی عملیات عمقی می‌خوایم انجام بدیم زاویه نصب دوربین رو عوض می‌کنیم، قشنگ استند درست کرده بودیم. بچه‌ها بر اساس این نیاز، این شدت نیاز، اولا رادیوامون عوض کردیم، برد بلند شد، بعد دو رادیو شدن بچه‌ها، یعنی دو تا خلبان که هواپیما رو یکی از مقر پرواز می‌داد، یکی داخل خط، و گاهی وقتا به بچه‌های اطلاعات می‌رفتیم تا نقطه رهایی، نقطه کمین، توی سنگر کمین هواپیما رو هدایت می‌کردیم. عمق پروازمون رسیده بود به 5-6 کیلومتر پشت خط. سال 63 من فکر میکنم تا آخر جنگ نزدیک به 60,000 قطعه از مناطق عملیاتی عکس بگیرم. حالا تو این تاریخ ما اولین دوربین تلویزیونی رو در واقع توی هواپیما کار گذاشته بودیم، همزمان با پرواز هواپیمای مهاجر که قدرت حمل بار بیشتری داشت، یه فرستنده توی هواپیما داشتیم که مسیر پرواز رو هم میدیدیم زنده، و از این طریق بچه‌ها می‌خواستن عملیات رزمی رو اجرا کنه. زمانی که دیگه قطعنامه پذیرفته شد، یادمه ما اولین سیستم اتوپایلوت که همون اتوپایلوت ساخته شده توسط جهاد دانشگاهی سند شریف بود، با یه هواپیمایی که خود هواپیما رو صنعت ساخته بود، صنایع قدس، ما برای یکی از مناطق داشتیم تست آخرین تستای پروازیش رو انجام میدادیم که برسونیم ان شاء الله به عملیات. ساعت 2 بعد از ظهر بود اعلام شد که امام قطعنامه رو پذیرفتند. بعد از جنگ سرعت و شتاب ما تو این قضیه بسیار بیشتر شد. علتش هم اینه که پهپادها یک آزمایشگاه توسعه فناوری داشتن.
بعد از مهاجر هم قرار بود پرنده زمان بیشتری رو پرواز بکنه، تا حداقل 4 ساعت 5 ساعت پرواز بکنه. مهاجر 4 ساخته شد. مهاجر 4 هم از لحاظ سقف پرواز، هم از لحاظ عمق پرواز، هم از لحاظ مداومت پروازی و هم از لحاظ میزان باربری اساساً یک کلاس دیگه بود. به موازاتش در جای دیگه مثل حسا ابابیل بهینه شد، ابابیل 1، ابابیل 2. و بعدها کرار ساخته شد که تحول عظیمی توی بحث پهپادها ایجاد کرد. این یک توانمندیه که بخشش اعلام شد و در حال حاضر ما توی ارزن بازیشون این توانمندی رو توی گشت زنی خاصه توی خلیج فارس به رخ دشمن کشوندیم و در واقع هر روز این اتفاق توی بالای 2000 کیلومتر مرز ما از دهنه فاق گرفته تا چاه بهار و توی عمق این توانمندی رو به دشمن و حتی کشورهای دوست و همسایه نشون دادیم. خودش بمبه، یعنی همه میفهمن که تو راجع به چی داری صحبت میکنی. یک شیء متحرک کروز قابل کنترل و کنترل پذیر در هر نقطه ای که تو بخوای بینشونی. تو میفهمی الان یعنی چی؟ معادلات امنیتی رو به هم میریزه و احدی هم در دنیا نیست که ادعا کنه یک چی میگم کوچیکترین کمکی تو این قضیه به کشور ما کرده باشه که مثلا ما مثلا اینو دادیم به ایران یا ما همه حتی مثلا محموله‌های بسیار پیچیده‌اش رو خودمون طراحی کردیم ساختیم. ولی خب خیلی زحمت کشیدش، خیلی زحمت کشیدش. ما از روز اولی که پهباد رو شروع کردیم هیچ کجای دنیا به ما یه دونه پهباد نفروخته.
هیچ کجای دنیا یه دونه برگه دیتایی که مربوط به طراحی و ساخت و اینها باشه به ما نداده، هیچ کس نداده. شاید جزء اولین سلاح‌هایی بوده که ما هیچی از دنیا نتونستیم بگیریم. آمریکا، روسیه، آلمان و خود ما این جزء پنج کشور برتر جهان هستیم. اینا که تو این قصه اینا حرف برای گفتن داریم، اگرچه که کشورهای اروپایی دیگه مثل فرانسه، ایتالیا، سوئد، اینها مدل‌های مختلفی مثل حتی هند و پاکستان وارد این مقوله اینها شدند. اینا ما هر آنچه که داریم مال خودمونه. به قول بعضیا که اصلا طراحی اصیلش مال خودمونه. درسته که به سر به کار دیگران تو دنیا نگاه کردیم، اما خودمون طراحی کردیم، خودمون ساختیم، خودمون تغییرش دادیم و خودمون مجهزش کردیم به انواع و اقسام محموله ها برای ماموریت های مختلف. بنیامین نتانیاهو در مراسم سالروز واقعی هولوکاست در اسرائیل گفت که این کشور قدرتمندتر از همیشه و از جامعه جهانی خواسته که جمهوری اسلامی رو به منظور پایان دادن به برنامه هسته‌ایش تهدید به حمله نظامی کنه. به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در صدر خبرها قرار گرفته است. هذه الطائرة ليست توريثية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومنتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. پیام واضح و شفافی از جانب حزب الله و ایران بود به تمام دنیا اینو مخابره کرد که این پیام رو باید اسرائیلی‌ها خیلی خوب گرفته باشن. وقتی که با پهپاد یه نسل قدیم‌ترین ها میتونن بالای سر دیمونا برن، با پهپادهای نسل جدید چه کارهایی میتوانند انجام بدهند؟ ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند. هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.
استمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. ملبس باز ما میبینیم که همون لفاظی های گابشرونی رو که استفاده میکنن تو این قصه فرمانده معزز سپاه پاسداران سردار عزیز جعفری هم بسیار خوب جواب داد که فرزندان ما در این مرز و بوم و نیروهای مسلح ما سالیان سالی که انتظار یه چنین نبرد رویاروی با اشغال اشیاره میکشن. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبه ای گفت اسرائیل می‌داند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گزینه‌ها علیه ایران می‌گوید بلوف نمی‌زند. اگر ایران موافقتنامه هسته‌ای ژنو را نقض کند و تصمیم بگیرد به غنی‌سازی ادامه بدهد، گزینه نظامی فوراً دوباره مطرح خواهد شد و امریکا آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد. به عنوان رئیس جمهور امریکا من قبل از این هم گفتم و اکنون تکرار میکنم که ما هیچ گزینه شامل گزینه نظامی رو در ارتباط با ایران از روی میز خارج نکردیم. اظهار میل به مذاکره میکنن، از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه ها روی میزه. با این گزینه ها که مثلا چی؟ چه حرکتی؟ چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ امریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنن. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم از بین میبریم. یه روز شنهای طبس کابوس عقاب‌ها شد، امروزه باز پهبادهای ما کابوس کرکس‌ها یا ناوهای دشمن خواهد شد به اذن الله.
و انشالله این اتفاق پیش نیاد و الا دوستان ما در سطوح و سنین مختلف چه با تکنولوژی پهباد چه با دست خالی استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های حسین فهمیده ای که آخر نبرد ماست، یعنی اون روزی که شهید بزرگوار شهید رجایی میگفت اون پیام رو تو سازمان ملل بهشون داد که دل خوش نکنید روزی که آخرین فشنگ ما در صحنه نبرد و در میدان اتفاق بیفته در اثر تحریم، اون روز تازه روز اول جنگ ماست که شما مدل نبرد عاشورایی ما رو ببینید. آسمونی که قابوس کرکسان